کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. مخاطب گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش سطح اطلاعات مفید برای همگان با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این راه یاری فرمایید. تاریخ مشروطه. برآمده از حوادث و رویدادهای پیش و پس از انقلاب مشروطه. اثری پژوهیده و بسیار گرانقدر از احمد کسروی. احمد کسروی نویسنده، دگراندیش، ادیب و مورخ قرن 13 و 14 شمسی. صفحه 148. حاجی عباس رام نشده و از کوشش باز نمی‌ایستاد و قواله و سندی که می داشت به دست گرفته به خانه های علما می رود و دادخواهی می کند و چون می بیند نتیجه نداد، روزی چند قفلی برداشته به درهای مسجدهای مجتهد و میرزا صادق و دیگران می رود و به هر یکی قفلی می زند به این عنوان که در شهری که به این آشکاری ستم می کند نخست باید به جلوگیری از ستم کوشید. ملایان پاسخ می دهند ما را توانایی نیست که جلو ستمگران را گیریم، ولی اگر کسی بپرسد ما راستی را نویسیم. حاجی عباس پرسشنامه درست می کند و ملایان هر یکی پاسخی می نویسند. گفته می شود میرزا صادق آقا نوشته اگر قصب املاک حاجی عباس درست است، پس قصب فدک نیز درست بوده. حاجی عباس آن نوشته را برداشته به عالی قاپو می رود و به هنگامی که محمد علی میرزا از اندرون بیرون می آمده فریاد به دادخواهی بلند می کند. محمد علی میرزا او را به جلو می خواند و چگونگی را می پرسد. حاجی عباس دادخواهی کرده و آن نوشته را می دهد. محمد علی میرزا براشفته آن را دور می اندازد و دشنام هایی به حاجی عباس می شمارد. حاجی عباس می گوید تو به جای نوه منی، چه شایسته است که دشنامم می دهی؟ محمد علی میرزا به خشم افسوده می گوید او را بگیرند و بند کنند و از آن سوی دستور می دهد پسرش را از انبار می آورند و در برابر چشم پدر به شکنجه می پردازند. بدین سان که روغن به پاهای او مالیده روی آتش می گیرند و پاهای او را می سوزانند. بیچاره جوان از این آسیب بدرود زندگی می گوید. حاجی عباس در انبار می بود تا روزی که با دیگر زندانیان برای کار کردن در گلکارهای دولتی بیرونش آورده بودند. فرصت جسته می گریزد و خود را به خانه حاجی میرزا جواد مجتهد می رساند و بستی می نشیند و در آنجا می بود تا جنبش مشروطه خواهی پیش آمد و او نیز به دیگران پیوست.
داستان دوم. سید محمد یزدی که نامش را بردیم، چون عموی سید علی از علمای به نام می بود و سالها که در تبریز می نشست و اندرون محمد علی میرزا برای دعا و مانند اینها می رفت، این نیز به نزد محمد علی میرزا راه یافته و یکی از نزدیکان او گردیده و در اندک زمانی دارا که اندوخته بود. در همان سالها میرزا حسن خان صدرالبزار نامی از توانگران تبریز درگذشت و از او فرزندانی از کوچک و بزرگ باز ماند. سید محمد یکی از خانه های او را خرید و چون از چگونگی کارهای آن خاندان آگاهی یافت که رشته کارهای صغیران در دست مادر ایشان است و پول و دارا که بسیار می دارند، شبی با نردبان از پشت بام به خانه ایشان فرو رفت و خود را به سر بالین آن زن رسانید و به هر زبانی بود او را رام گردانیده زن خود کرد، عقد خواند و بدین سان رشته دارا که او فرزندانش را به دست گرفت و با زور به دارا که دیگران دست انداخت. دکانها و گرمابه و پول و هرچه بود از آن خود گردانید و چون از نزدیکان محمد علی میرزا می بود کسی نتوانست جلو گیرد و می بود تا پس از مشروطه دختر بزرگ صدرالوزاره این داستان را به روزنامه ها نوشت و از انجمن ایالتی داد خواست و انجمن کسانی را فرستاد تا دست سید محمد را از دارا که ایشان کوتاه گردانید. داستان دشمنی حاجی میر مناف صراف و دیگر سیدهای دوچی را با محمد علی میرزا خواهیم دید. انگیزه این آن بود که محمد علی میرزا پولهای از حاجی میر مناف گرفت و پسر 16 ساله او را سرتیپ گردانید. حاجی میر مناف با کسی گفتگوی درباره دهی می داشت و محمد علی میرزا هر زمان از یک سو پول می گرفت و هواداری از آن می نمود. این هاست نمونه ستمگری های محمد علی میرزا و نزدیکان او. با این بدی ها و ستمگری ها نمی خواست که کسی گله ای کند یا بدی گوید و یک گروه راپورتچی در میان مردم پراکنده گردانیده بود که اگر کسی سخنی گفتی یا گله ای کردی به او آگاهی دادندی. مردم چندان ترسیده بودند که در خانه های خود هم از گفتگو خودداری می نمودند. به این بلی های او باید افزود نمایش های دیندارانه او را، زیرا همه ساله در دهه محرم تکیه برپا کردی. شب عاشورا با پای برهنه به کوچه ها افتاده به 40 مسجد شمع بردی. در رمضان در یکی از 3 روز احیا به مسجد حاجی شیخ محمد حسین آمده در پشت سر اون نماز خواندی، کتاب های دعا به چاپ رسانیدی. همان سال که مشروطه برخاست در محرم آن حاجی شیخ محمد حسین یک روایت نوینی، یک نسخه نوینی از زیارت عاشورا پیدا کرده بود. محمد علی میرزا با شتاب آن را در چاپخانه ویژه خود به چاپ رسانید و میان مردم پراکنده گردانید. کوشندگان تبریز. بدین سان زمینه برای جنبش مردم در تبریز آماده می گردید. در سالهای باز پسین در اینجا هم کسانی پیدا شده بودند که معنی کشور و زندگانی توده‌ای را می فهمیدند و چگونگی کشورهای اروپا آگاه می بودند و آرزوی کوششی را برای برداشتن خودکامگی می کردند و اینان کم کم یکدیگر را شناخته و دسته گردیده و به کوشش‌هایی می پرداختند. ما از آنان کسانی را می شناسیم و کسانی را هم نامهایشان شنیدیم و اینک آنچه می دانیم در اینجا می شماریم. میرزا خداداد حکاک باشی، برادرش میرزا محمود، سید حسن تقی‌زاده، میرزا سید حسین خان عدالت، سید محمد شبستری ابوالضیا، سید حسن شریف‌زاده، میرزا محمد علی خان تربیت، حاجی علی دوافروش، میرزا محمود غنی‌زاده، حاجی میرزا آقا فرش فروش، کربلایی علی مسیو، حاجی رسول صدقیانی، میرزا علی قلی خان سابرو، آقا محمد سلماسی، جعفر آقا گنجی، میرزا علی اصغر خویی، میرزا محمود اسکویی، مشهدی حبیب. توضیح حاشیه. آقای صبری که اکنون در تهران است و بسیاری از این نام ها را او گفته. ادامه متن. اینان با همراهان دیگرشان که ما نمی شناسیم هر یکی از راه دیگری بیدار شده بودند و کسانی از ایشان که تقی‌زاده و شریف‌زاده و ابوالضیا و تربیت و عدالت و صفرو باشند دانش نیز اندوخته و برخی از زبانهای اروپایی را می دانستند و در حبل المتین و دیگر جاها گفتارها می نوشتند. عدالت را گفتیم که روزنامه الحدید را بنیاد نهاد و سپس
عدالت را نوشت. ابوالضیاء از همدستان او بود. تغییرزاده و تربیت نامه‌ای به نام گنجینه فنون می نوشتند. یک دست از اینان بر گرد سر عدالت می بودند که در خانه او نشست ها برپا می کردند و گفتگو از کشور و گرفتاری های آن به میان می آوردند. یک دسته که حاجی رسول و جعفر آقا و علی مسیو و میرزا علی اصغر خویی و آقا محمد سلماسی باشند نشستی می داشتند که شبنامه ها نوشته و با جلاتین به چاپ رسانیده و میان مردم پراکنده می گردانیدند. کسانی هم جداگانه یا به همدستی یکی دو تن به کوشش هایی بر می خواستند. بخشلی آقا نامی از کارکنان گمرک در جلفای روز با اینان پیوستگی می داشت و به یاد نامهایی که آزادی خواهان روز در قفقاز پراکنده می ساختند به اینان می رساند و به کسانی از اینان که به قفقاز می رفتند یاوری ها می نمود. از علمای بزرگ شادروان سقط الاسلام با اینان هم داستان می بود. این مرد با جایگاهی که می داشت و پیشوای شیخیان می بود از خواندن مهنامه ها و کتاب های مصری و دیگر کتاب ها بیدار گردیده و از پاکدلی و غیرتمندی دلسوزی به توده ها می کرد و با اینان هم دستی دریغ نمی گفته. شگفت‌تر از همه کار سفروف است که راپورتچی باشی محمد علی میرزا می بوده که راپورت ها که می رسیده از زیر دست او می گذشته و با چنین کاری خود از آزادی خواهان می بوده و با آنان همراهی و همدردی می نموده و به هنگام خود یاوری ها می کرده و آنها را از گرفتاری ها می رهانیده است. این سفروف روزنامه به نام احتیاج برپا کرد که چند شماره از آن بیرون آمد، ولی چون سخنانی نوشت که به محمد علی میرزا ناخوش افتاد با دستور او چوب به پایش زدند و از روزنامه اش جلو گرفتند. اینان یک دسته ای می بودند که مایه بیداریشان آگاهی از حال توده های اروپایی و پیشرفت آنان شده بود. از آن سوی برخی از پیش نمازان که پس از مجتهدان در پایگاه دوم ملایی شمرده شدندی از بی‌پروایی محمد علی میرزا و نزدیکان او به دین و شریعت و از پولندوزی و آزمندی مجتهدان بزرگ و چیرگی مسیحیان و اروپاییان در کشور آزرده گردیده و اندکی بیدار شده بودند. اینان نیز به پیروی از علمای تهران و دیگر جاها به تکان آمده و چند تنی با هم آشنا گردیده و دسته شده بودند و در سال 1285-1324 یا اندکی پیش از آن بود که اینان هم نشستی به نام انجمن اسلامی برپا کردند که به نام روزخانی و کوشش به رواج کالاهای ایرانی و جلوگیری از فزون کالاهای بیگانه با هم نشستندی و به گفتگو پرداختندی. ما از اینان نامهای حاجی میرزا ابوالحسن چای کناری و شیخ اسماعیل هشرودی و شیخ سلیم و میرزا جواد ناصح‌زاده و میرزا حسین واعظ را میشناسیم. جلوگیری از رواج کالاهای بیگانه یکی از کوشش‌های آن زمان می بود. در سایه تعرفه گمرکی که گفتیم نوز با روسیان بست، در اندک زمانی کالاهای روسی در ایران بسیار فزون گردیده و مایه بیم همگی شده بود. از این رو کوشندگان در همه جا به جلوگیری از آن کوشیدندی. در تهران دو سید و همدستان ایشان در نشستهای خود چایی ندادندی و مردم را به خریدن و به کار بردن کالاهای ایرانی واداشتندی. در این باره کوشش های از ملایان اصفهان و دیگر جاها نیز می رفت و از علمای نجف نوشته ها می رسید. در تبریز هم اینان همان را عنوان کردند، ولی خود به خواست بزرگتری می کوشیدند و همراهی با کوشندگان تهران و هم آوازی با آنان را می خواستند. به هنگامی که در تهران داستان مسجد آدینه و دنباله های آن پیش می رفت، در تبریز بدین ساند و دست آماده می ایستادند و در آرزوی هم آوازی با اینان می بودند. چیزی که هست در تبریز فشار و جلوگیری بسیار بیشتر از تهران می بود. رفتاری که محمد علی میرزا در اینجا می کرد به رفتار مظفرالدین شاه یا این دوله در تهران نمی مانست. راستی را قانون خودکامگی تبریز می بود.
و دشمن بزرگ مشروطه و آزادی در اینجا می نشست. محمد علی میرزا گذشته از آنکه خود را پادشاه آینده کشور می دانست و به جنبش توده هیچ گونه خرسندی نمی داد، در سایه گرایش هایی که به همسایه شمالی می داشت ناخشنودی آنان را هیچگاه نمی خواست. این بود در تبریز نشسته و تنها به آن بس نمی نمود که جلوی تبریزیان را بگیرد و به اندک تکانی میدان ندهد. به خفه کردن جنبش تهران نیز می کوشید و نیرنگ ها به کار می زد و چنان که سپس گفتگویش به میان آمد و دانسته شد، گویا در همین روزها این حاجی سید احمد خسروشاهی را که یکی از پیش نمازان تبریز می بود به نجف فرستاده بود که با علمای آنجا گفتگو کنند و آنان را به دشمنی مشروطه برانگیزد. نیز یک پیش نماز دیگری را به تهران برای گفتگو با علمای آنجا روانه گردانیده بود. این به کارهای شاه و دیگران ارجی نمی گذاشت و چنین می خواست خود کوشش هایی کند و جنبشی را که پیش آمده بود ناانجام گذارد. گفتیم این به یاری کوشندگان برخاست و علمای تبریز را به تلگراف خانه فرستاد که آن تلگراف ها را به شاه و به قوم و دیگر شهرها کردند، ولی چنان که گفتیم این کار تنها برای برانداختن عین الدوله بود و دیده می شود که استادانه آن را به انجام رسانید، زیرا به نام همراهی با کوشندگان و پشتیبانی از علمای کوچنده به آن برخاست و ملایان تبریز را به تلگراف خانه فرستاد و چند روزی در تبریز پیش نمازان به مسجد نرفتند و نماز جماعت نخوندند. ولی همین که اینو دوله بر افتاد و او دل آسوده گردید، به دستاویز آن که شاه میانجیگریش را درباره علمای کوچنده پذیرفته دستگاه را به هم زد و ملایان نیز پی کار خود رفتند و یکی نپرسید پس نتیجه چه شد؟ آیا علمای کوچنده بازگشتند یا نه؟ آیا به درخواست های ایشان گوش داده شد یا نه؟ این از یک سو زیرکی محمد علی میرزا و دلبستگی او را به نهان داشتن پیشامدهای تهران نشان می داد و از یک سو بی‌ارجی علمای تبریز و افسار دست بودن آنان را می رساند. با این فشار و سختگیری جنبش در تبریز بسیار دشوار می نمود، به ویژه با ناتوانی که کوشندگان را می بود. پیشامدهای تهران نهان گرفته می شد و روزنامه ها چیزی نمی نوشتند. یگان روزنامه آزاد حبل المتین بود که آن هم خود را ابزار کار اینا دوله گردانیده بود. تنها آگاهی به کوشندگان یا به دیگران از نامه هایی می رسید که کسانی از تهران می نوشتند و اینها نیز نهانی خوانده می شد. جنبش تبریز. در تهران فرمان مشروطه داده شده و مجلس چند گاه برپا گردیده و نظام نامه انتخابات نوشته می شد، ولی در تبریز و دیگر شهرها نشانی دیده نمی شد. کوشندگان در تکاپو می بودند و نشست ها برپا می کردند. در این میان در کوی دوچی یک دسته دیگری برای کوشش پدید آمده بودند. رنجیدگی حاجی میر مناف را از محمد علی میرزا نوشتیم. او از یک خاندان بزرگی که سادات ارزد نامیده می شدند می بود. توضیح حاشیه. ارزل نام دهی از پیرامونهای تبریز است. ادامه متن. و همگی آنان با محمد علی میرزا دشمن شده بودند. میر هاشم که از آن سیدها و خود یکی از پیش نمازان می بود، کسانی را به سر خود گرد آورده و از آنان پیمان گرفته بود که نترسند و دست به هم داده بکوشند. بدین سان آمادگی ها می رفت تا در آخرهای شهریور نامه های رسید که در بار همچنان دشمنی و ایستادگی می کند و شاه از دستین نهادن به نظام نامه انتخابات خودداری می نماید و دوباره بازارها بسته شده و شور و خروشی برخاسته. از این آگاهی ها کوشندگان در اینجا نیز به تکان آمدند و بران شدند که در اینجا نیز جنبشی نمایند و به این کار میر هاشم و هم دستان او پیشگام گردیدند. در اینجا هم به پیروی از تهران رفتن به کنسولخانه انگلیس را برگزیدند. میر هاشم برادر خود میر ستار را که از کارکنان بانک انگلیسی می بود به نام آنکه از بانک پیامی می برد به کنسولخانه فرستاد. کنسول پاسخ روشنی نداده و گفته بود در تهران سفارتخانه ما مردم را پذیرفت. در اینجا هم خواهیم دید چه می شود.
آنان از این پاسخ خوشنودی فهمیدند و شب چهارشنبه 27 شهریور 29 رجب در خانه میر جلیل یکی از سیدهای دوشی نشستی برپا کردند. باشندگان میر هاشم، میرزا علی اکبر مجاهد، میرزا جواد ناسک زاده، میر جلیل خداوند خانه، میر خلیل، سید رزی، میر حاجی آقا، میر ستار، میر ربی، میر یعقوب، سید علی، ملا محمد علی ترکانپوری، میرزا نجف قلی خان هشترودی، محمد باقر و برخی دیگر می بودند. آقا میر باقر پسر حاجی میر جعفر اسلامبولچی از کیسه خود در رفت کوشش را به گردن می گرفت. آن شب همه را به سکالش نشستند. میرزا علی اکبر مجاهد به رفتن کنسولخانه خوشنودی نمی نمود، لیکن پس از گفتگوی بسیار همگی آن را پذیرفتند. فردا پیش از در آمدن آفتاب دو تن بیرون آمده آهنگ کنسولخانه کردند. میر جلیل از راه جدا گردیده به مدرسه صادقیه رفت که طلبه های آنجا را با خود بیاورد. هنگامی که رسیدند کنسول خوابیده بود و چون بیدار شد میرزا علی اکبر و میر هاشم به نزد او رفتند و خواست خود را به میان نهادند. کنسول پاسخ داد: ما نتوانیم به کارهای درونی ایران درآییم و شما را با این اندکی نتوانیم پذیرفت، ولی اگر بازار ببندد و علما دیگران بیایند، چون به نام توده است، نتوانیم پذیرفت. این گفته او مایه دلگیری گردید، زیرا اینان بیش از 14 یا 15 تن نمی بودند و به بسته شدن بازار هم امید نمی بستند و از آن سوی اگر بیرون رفتندی همگی دستگیر شدندی. این دلگیری فزونتر گردید هنگامی که میر جلیل تنها و تهی دست بازگردید و چنین دانسته شد طلبه ها با او همراهی ننمودند. با این همه نومیدی به خود راه ندادند. هنگام نیمروز شیخ سلیم و حاجی میرزا ابوالحسن چای کناری با چند تن در آمدند. از دیدن ایشان همگی شادمانی نمودند و تا نیمه حیات به پیش باز شتافتند و سر و روی ایشان بوسیدند. نیز کسانی از آزادی خواهان که آگاه می شدند یک تن و دو تن می آمدند. انبوه مردم آگاه نمی بودند و آنان که آگاه می بودند دلیری نمی نمودند. محمد علی میرزا را از چگونگی آگاه گردیده و راپورتچیان را فرستاده بود که در آن پیرامون ها ایستند و آیندگان و روندگان را بشناسند. آقا میر باقر در رفت را می پرداخت و چای و نهار و دیگر چیزها را آماده می گردانید و یکی از تالارهای کنسولگری را فرش گسترانید و بنشستند. در این میان مفاخر و دوله کارگزار از سوی محمد علی میرزا آمد و چون بنشست چنین گفت: والا حضرت اقدس از آقایان گلمند است، زیرا همیشه رعایت خاطر آقایان را کرده. اکنون هم اگر فرمایشی داشتند خوب بود به خود ایشان اظهار می کردند. از این گونه سخنانی گفت. حاجی میرزا ابوالحسن پیرمرد ساده درونی می بود و از دیر کرده حواله مستمری خود به گله پرداخت. مفاخر و دوله خوشنود گردید و چنین گفت: من از سایه حواله آن را صادر می کنم. والا حضرت امر فرمود نان را هم ارزان گردانند. ناصح زاده از پایین تالار سخن او را بریده با آواز بلندی چنین گفت: آقا چه می فرمایید؟ چه مستمری؟ چه نان؟ ما برای این چیزها به اینجا نیامده ایم. ما آزادی می‌خواهیم، عدالت می‌خواهیم. پس از این باید در مملکت قانون جاری شود. مفاخر الدوله که تا آن روز چنین سخنانی را نشنیده بود یکی خورد و پاسخی نتوانست و چنین گفت: این را باید به عرض برسانم. و برخاست و رفت. در این میان در بازار گفتگوی افتاده و کسانی از کوشندگان آن روز به هر که رسیده چنین گفته بودند: امروز بازار بسته خواهد شد، مردم به کنسولخانه انگلیس خواهند رفت. ولی این کوشش نتیجه نداده بود و مردم از ترس محمد علی میرزا تکانی نمی یارستند. هنگام پسین چند تن از جوانان از آنان که در کنسولگری می بودند به گردن گرفتند که بروند و بازار را ببندانند و 4 تن که میر یعقوب و سید علی و میر صمد و محمد باقر بودند. توضیح حاشیه:
آقای کروبی یا همان آقا میر باقر که نامش را میبرید یادداشتی نوشته که بسیاری از این آگاهی ها از روی آن است و او به جای 4 تن 6 تن نوشته که 2 تن هم میر ربیع و میر ستار برادران میر هاشم را شمرده. ادامه متن. و 4 تن که میر یعقوب و سید علی و میر صمد و محمد باقر بودند روانه گردیدند و چون به بازار شیشگرخانه رسیدند چند تیر پیاپی شلیک کردند و میر یعقوب غمه به دست تا نزدیکی های بازار امیر رفت. از این شلیک و هیاهو مردم به هم برآمدند و چون آماده می بودند بیدرنگ بازارها را بستند و بسیاری از ایشان رو به سوی کنسولخانه نهادند. کسانی که می آمدند چون از چگونگی کمتر آگاه می بودند چنین نهاده شد که یکی به آنان گفتاری راند و چگونگی را بفهماند. این را ناصح زاده به گردن گرفت و به روی پله ها ایستاد و به مردم گفتار راند. امروز بدین سان گذشت. امروز نام مشروطه در میان نمی بود و سخن از عدالت طلبی و آزادی خواهی نمی رفت. چون که گفتیم اینان هم آوازی با کوشندگان تهران می‌خواستند و چون از آنجا آگاهی‌های درستی نرسیده بود نام مشروطه را نشنیده و داده شدن آن را نمی‌دانستند. لیکن شبانه کنسول که از پیش‌آمدهای تهران نیک آگاه می‌بود چگونگی را بازگفت و نام مشروطه از آنجا به میان آمد. فردا پنجشنبه کار به رونق خود افزود، زیرا از یک سو انبوه مردم رو به کنسول خانه آوردند. کسانی که دیروز بازار را بسته و به خانه های خود شتافته و به اینجا نیامده بودند امروز می آمدند. کسانی که دیروز داستان را نشنیده بودند امروز شنیده و به اینجا می شتافتند. کنسول خانه و آن پیرامون ها پر از مردم می بود. مسجد سمسام خان را در آن نزدیکی فرش کردند و جایگاه دیگری برای گرد آمدن مردم پدید آوردند. از یک سو هم علمای بزرگ از حاجی میرزا حسن مجتهد و حاجی میرزا کریم امام جمعه و میرزا صادق و حاجی میرزا محسن و صمت الاسلام و حاجی سید محمد قره‌باغی و دیگران همگی به مردم پیوستند و به مسجد سمسام خان آمدند. امروز بازرگانان پیشنهاد کردند در رف را به گردن گیرند و پول پردازند. نخست حاجی مهدی آقا کوزه‌کنانی پیشگام گردید به نیسان که رو به ملایان کرد و چنین گفت: در این راه که به خرسندی و سرفرازی ایرانیان خواهد انجامید من جان و داراک دریغ نخواهم داشت و همه در رفت را خود از کیسه خواهم پرداخت. ولی دیگران به اون خرسندی ندادند و چنین نهادند که همگی پولهایی پردازند و برای این کار صندوقی به نام صندوق مصارف انجمن عدالت و مشروطه خواهان اسلام پدید آوردند که مهری برای خود داشت و رسیدهای چاپی آماده گردانید. صندوقداری را آقا میر باقر و سرکشی را حاجی محمد صادق قازانچایی و کربلای علی مسیو به گردن گرفتند. امروز با دستور محمد علی میرزا در دکانهای نانوایی چراغ روشن گردانیده و بهای نان را کم کردند. چون سالها در آذربایجان نان گران و کمیاب و خودمایه دلازردگی مردم شده بود، محمد علی میرزا میخواست با کاستن از بهای آن از مردم دلجویی کند و از گرایش ایشان به کوشندگان جلو گیرد و کوشندگان خواست او را دریافته و کسانی را فرستادند و چراغ‌ها را خاموش گردانیدند و با محمد علی میرزا چنین پاسخ دادند: درخواست ما ارزانی نان نیست، ما مشروطه میخواهیم. محمد علی میرزا پاسخ فرستاد: در این باره می باید از تهران دستور خواهم و درخواست شما را به حضور مبارک شاهنشاهی تلگراف خواهم کرد. اینان خود نیز تلگراف به تهران کردند و خواست خود را باز نمودند. همچنین کنسول انگلیس به سفارتخانه خودشان به تلگراف آگاهی فرستاد ولی پاسخ دیر کرد و 10 روز بازارها بسته ماند و مردم همچنان در هر روز در مسجد سمسام خان و در کنسول خانه گرد می آمدند. هنایش این جنبش در تبریز. این 10 روز برای تبریز روزهای بسیار سودمندی بود که باید در تاریخ یاد آنها بماند. مردمی که قرنها در زیر یوغ ستمگر و
خودکامگی به سر برده بودند و جز کشاکش‌های کیشی و نمایش‌های بیهوده محرم و سفر و مانند آن کاری نشناخته و از معنی توده و کشور و این گونه دانستنی‌ها بی‌بهره مانده و هیچگاه آزادی برای گفتگو از دردهای خود و برای گله و ناله از ستم‌های درباریان نداشته بودند، کنون یک رشته سخنان سودمند نوینی درباره آبادی کشور و سرافرازی توده میشنیدند و خود را برای هر گفتگویی آزاد میافتند و روی هم رفته یک آینده بسیار خوشی و درخشانی را در پیش رو میدیدند و بی اندازه خوشنود و خرسند میگردیدند. یک کلمه گویم، این 10 روز در تبریز را دیگر گردانید. دشمنی سنی و شیعه زیانش را همه می دانستند. کینه های شیخی و متشرع و کریم خانی از میان برخاست. دلها از آرزوی همدستی با یکدیگر و جانفشانی در راه توده و کشور پر گردید. در مسجد پیشوایان 3 گروه زانو به زانوی همدیگر می نشستند و از دشمنی هایی که تا آن روز کرده بودند پشیمانی می نمودند. حاجی سید محمد قره‌باغی پیشوای کریم خانیان به پا برخواسته چنین گفت: مردم، آن دستبندی ها همه برای جلب مرده و آواز نعلین می بود و این زمان باید همه را کنار گذارده در این راه خرسندی و نیکنامی ایرانیان دوش به دوش هم گام برداریم. ارمنیان که تا آن هنگام با مسلمانان آمیزش و جوشش نکردندی، چند ماه پیش آن بیم را از هم دیگر داشته بودند، اکنون همه مهربانی می نمودند و در نهان با آزادی خواهان هم دستی می داشتند. چند فوج سرباز که در دشت شاسرانلو در نزدیکی تبریز لشکرگاه می داشتند و گویا محمد علی میرزا آنان را برای چنین روزی آماده گردانیده بود و سربازان لخت و گرسنه جانبازی می بیوسید، نمایندگانی به مسجد فرستاده خواستار شدند که هم آنان به مسجد آیند و با دیگران همراهی نمایند، ولی پاسخ داده شد در آنجا که هستید باشید و از درون دل با ما همراهی نمایید. مخاطب گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش سطح اطلاعات مفید برای همگان با فشردن دکمه سابسکرایب و به اشتراک گذاشتن آثار این شبکه ما را در این راه یاری فرمایید. مخاطب گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش سطح اطلاعات مفید برای همگان با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این راه یاری فرمایید.